برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. ویلکام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من پرنسس علی هستم. منم کارا هستم. امروز قراره که به یه شاهکار دیگه از آلبوم گوزن سورنا ریاکت بریم که ترک ناخدا جلال هستش و ترک دوم از این آلبوم هست. ناخدا جلال نفکر میکنم با گویش جنوبی باشه جلال، ولی اینستاگرام های ما آیدیاش این بادم یاد. اگر دوست داشتین میتونین تو اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید و کامنت انگلیسی برامون بذارید، چون که وضعیت اینترنت خیلی پاکی هستش که سابا هم خیلی میریزه. آره دقیقاً. با ذکر ارزشی گوز در دهانت، بریم سراغ این شاهکار ادبی. Let's go. خبر از یه واقعه شاید. آره انگار احساس میکنم، میدونی موزیک، احساس میکنم از اونجایی که سورنا خیلی قشنگ با صوت میاد تصویر سازی میکنه، احساس میکنم دورم داره میچرخه، یه فضاییه که دورم داره میچرخه. تو راسته بازار مای فروشا غروب شلوق بندر، ازدحام داد و ستد عربده های بلنده شهر، مرتوب شرجی قرقرق مردانه سرزمین، پر از رشه و جنگ تو عرصه تنگ از هم دیگه. پس الان فهمیدیم که توی داستان داره توی جنوب میره، فکر میکنم توی بازار ماهی فروشا هستش، مردم دارن سر صدا میکنن، داد میزنن آی بیا ماهی بخر فلان چیز و شرجی و گرمه. یه ذره ریتم تند و سریعتر و یه ذره بزن عقب. آره یهو شوکه شدم من. بزن از اولش کلا میزنم. تو راسته بازار ماهی فروشا غروب شلوق بندر، ازدحام داد و ستد عربده های بلنده شهر، مرتوب شرجی قرقرق مردانه سرزمین، پر از رشه و جنگ تو عرصه تنگ از هم دیگه. یه تور سید جمعی با اتصال مردن، گره های فردی از افتخار محکم. ببین اشاره کردش به مردا رو، داره میگه غرق عرق مردان یه سرزمین پر از رعشه و جنگ. پس 100% جنوب، ببخشید، داره به جنوب کشور اشاره میکنه. یعنی میتونه هم اشاره به این داشته باشه که جنگ بین خودشون که دارن میجنگن برای ماهی گرفتن، برای اینکه بیشتر بتونن بفروشن، هم میتونه به جنگی که حالا بین ایران و عراق بود و خیلی جنوب کشور رو مورد چی میگن تهاجم و تجاوز و تغییر قرار داد، میتونه به اینم اشاره داشته باشه. و این مردا تو عرصه تنگ از همدیگه که همون پیشی گرفتن از همدیگه رو داره میگه، و یه تور سید جمعی با اتصال مردن، گره های فردی از افتخار محکم. هر کسی داره تور خودشو بیرون میکشه، ولی سنگ خودشو به سینه میزنه ولی در نهایت همشون یک مجموعه متصل هستن به هم دیگه که نمیتونن از هم جدا باشن. چقدر جالب داره میاد جلوی چشمم با انگار خوندنش. که سورنا راوی هستش، داره یه قصه رو بر ما تعریف میکنه. دقیقاً. آفرین. گره های فردی از افتخار محکم و شکار تومن، گره های شلتر تو راست بازار مای فروش که صیاد شکار هر دوی لقمن. ناخدا جلال رئیس بزرگ بازار، ترس ماهی گیرا دستاش همیشه بوده یه اختار، عصبانی پر فریاد، عصبانی بود و عزادار، سیاه بود از زخم داد زد بیا تو اصل. یه کارکتر اضافه شد به نام ناخدا جلال که حالا مثلا ریش سفید و اونجا گفت صاحب اونجا بوده، رئیس بزرگ بازار بوده و همه اونجا رو کنترل میکرد. ماهی فروش ها ازش میترسیدن،
توی اولش گفتش که شکار و تومن گره های شلتر، قبلش گفت گره های فردی از افتخار محکم، شکار و تومن گره های شلتر. میشونه به این اشاره داشته باشه که بین قشر ضعیف و اون قشر آره. حالا جدا بالاتر. از شکار و تومه بودن، از این تضادی که داره میگه، میتونه به قشر ضعیف و حالا قوی تر جامعه هم اشاره داشته باشه. که بعدش اومد گفت ناخدا جلال و ماهی فروشای کوچیک آره. که دقیقا تاییدی هستش به این که حالا تحلیل. ناخدا جلال همیشه دستش اختار بوده. عصبانی، پرفریاد، عصبانی بود و عزادار. میشه از استبدادی که داره روی ماهی فروشا بهش اشاره کرد. یه شخص دیگر رو صدا زد به نام اسد. یعنی الان دوتا کاراکتر داریم، یه راوی که سورنا هستش. کاراکتر زورگومون الان ناخدا جلاله، پس حالا اسد چی کرده سورنا و اسد، بعد ببینیم اسد چیه و راویمون مستبد و زورگومون فعلا ناخدا جلاله، دیکتاتوره راوی، راوی که همیشه بی‌طرفه. راوین هم منظورم ناخدا جلال، این چیزی که جلال. گفت جلال آره، خودش گفت جلال دیکتاتوره دقیقاً، و راوی هم که بی‌طرف. ببینیم اسد چی، احتمالاً دادخواه هست. داد زد بیا تو اصل، به تو نگفته بودم که مرزت به پام، ول کردی که چی چایت داری دریار چکا، گفتم بگی غلابه بگیش دستات کنار از دور، یادت گفتم بگی دستات کنار، غلا میذارم دستات کنار. زورگویشو داره اینجا نشون میده. اول بذار لحن سورنا رو ببینیم که آره. تغییر کرد، حالا فکر کنم لحجه گرفت، لحجه جنوبی دقیقا گرفتش. خیلی مثل اسمش، تکستشو منم میخوام ببینم. ولی به تو نگفته بودم که مرزاتو به پاول کردی که چی چاهتو داری دریا رو چی کار. مرزاتو فکر میکنم یعنی تعیین حد و مرز برای تعیین کرده دقیقا. بودم تو اون همون سطح و هم میموندی، چرا اومدی چاهو میخوای ول کنی، چاهی که بهت دادم میخوای بیای سمت دریا رو چی کار داری. یعنی یادت گفتم بگیر دستاتو کنار و الا میذارم دستاتو کنار، یعنی اینکه حتی پاتو از گلیمت درست آره. نکن و یعنی اون جفت دستات پاتو از بین میبره و میره و چقدر فوق‌العاده قشنگ نماد دیکتاتوری و اون خشم و زورگویی و احمقی توی صدای سورنا هستش. الان داره کاراکتر جلالو میسازه مثل برامون. روزگار الان ما که همه چیو ما نباید هیچ آزادی داشته باشیم و یعنی جونمونو میگیرن دیگه. دقیقا دستات کنار از دور، یادت گفتم بگی دستات کنار، غلا میذارم دستات کنار. جلال خلافم نگو، خلافم نکن، اون چاه کوچیکه، خواستم باشم کفافم نبود. تازش تو به ما حرام، به تو واجبه که دریا سند گرفته هستن، کیشش دنگش داده به پسته. واو، حس اسد بود، کاراکتر اسد بود و حس میدونی همزمان حس ترس، حس دادخواهی، حس آدمی که خواب بیدار شده رو آره. توی صدای سورنا میشد حس هم شجاعت اسد، مایتانم سیخ شد فوق‌العاده. چون که میگه که چیزی عجیب غریبی نگو، منو نخوا که جمع کنی دست و پا آره. مقلافم نکن، اون چاه کوچیک خواستم باشم کفافم، یعنی میخواستم نرسید. در همون حد باشم ولی کفافه مثلا خرج زندگی من نداد. و اینجا چقدر خوب میگه، تازه چطور به ما حرام، به تو واجبه. چیزی که الان داریم میبینیم برای آقازاده های خودشون، برای خودشون بیهجاب بودن و نمیدونم پارتی های فلان قد تومنی ماشینا و پول و اختلاس و دزدی، همش حلاله بهشون، مردم به عادی حرامه. و اینجاش میگه که دریا سند گرفته، اصلا کی ششتانگشو داده به تو، یعنی کی دریا صاحب دار زمین شده. خدا که صاحب پیدا کرده که تو میان وقف میکنن به اسم آستان قدس رضوی، میان زمینای اوقافی میگیرن و این زمین وقف فلان جا، فاک بهتون. واقعا دقیقا داره اشاره میکنه به همین چیز، خیلی فوق‌العاده. خب شد سه تا کاراکتر، اسد دادخواه، پس الان ناخدا جلال دیکتاتوره و راوی هم که بی‌طرفه، سورنا هم که راوی است و بی‌طرف. سند گرفته هستن، کیشش دنگش داده به پسته. این دریا ناموسته، کوری نور فانوسته، کوری هنوز به بلا، هنوز زبون جاسوسته، کور میکنید زهرا رو، از رسیدن به ساحل فردا میوه کوسه سوغاتتون، اگه بگیرید درخت دریا رو. پشمام داره میریزه همینطوری از نحوه اجرای سورنا.
چقدر قشنگ داره میگه، دقیقا نحوه اجراش. خب اینجا میگه این دریا ناموسته، کوری از نور فانوسه، از نور فانوسته، داره انگ میزنه به خودش، میگه تو مشکل داری. اینجا داره اشاره میکنه به اینکه هر چیزی که ما میخوایم بیانش کنیم سری ربطش میدن به دین و اسلام و شریعت. آره دقیقا. اینجا هم همینه، این دریا مثلا ناموس توه، باید مراقبش باشی، کوری هنوز به والله، هنوز زبونت جاسوسته و داره مغلطه کردن کسی که نشسته اون بالا زورگو رو، مغلطه کردن زورگو دیکتاتور رو نشون میده نسبت به یه کسی که دادخواهه، داره عیب و ایرادایی که حالا اون چاه کفافش نبود حقش رو داره میخواد، میگه تو مشکل داری که این چیزا برات پیش اومده، اون چیزی که من بهت دادم، اون حقایی که من بهت دادم مشکل نداشتش. و بعدش گفته که کور میکنید صحرا رو، از رسیدن به ساحل فردا میوه کوسه سوغاتتون اگه بگیرید درخت دریا رو. یعنی اگه بخوای برید تو دریا، چیزی که براتون به همراه داره دریا کوسه هستش، و خب کوسه چیه؟ میاد میخوره، میکشه، داغون میکنه، داره میترسونتش از آینده‌ای که پیش روش هست، در صورتی که همچین چیزی نیست، دریا همیشه برکت همراه داشته براشون. خب یعنی اینجا میگه که چطور به تو حرام نیست، یعنی چطور کوسه تو رو نمیخوره، پس ما رو فقط مثلا درد واقعا حس میشه. دقیقاً انبر و دار و دستاش جمهوری اسلامی، خامنه ای، کسکشی، ارزشی، گوست تو مخت. واقعا حیف این ترک ادبی نیست، حیف این ترک نیست واقعاً. که وسطش فوش بیاد واقعا، به خاطر همین بیخیال. اوکی بریم بقیهش. صحرا رو از رسیدن به ساحل فردا، میوه کوست سوغاتتون اگه بگیرید درخت دریا رو، حسد بی تاب و قرار دید واسه دامه شاهی نداره، تو خفش و راوی جی بی تاب و قراره، این قصه بین ما با جلا. بس یه دقیقه بزنم عقب، صبر کن. راوی اومد گفتش اسد بیتاب و بیقراره، آره. دید واسه ادامه را راهی نداره، آره. حالا صحرا رو از رسیدن به ساحل فردا، میوه کوسه سوغاتتون اگه بگیرید درخت دریا رو، حسد بیتاب و قرار دید واسه ادامه شاهی نداره، تو خفش راوی جی بیتاب و قراره، این قصه بین ما با جلاله. جلال خود اسد داره به راوی میگه، میگه کی بیتاب و قرار هستش، این داستان ماه، تو خفش و راوی اومده، یعنی یعنی دخالت نکن، بشین سر جات دیگه. یه جورایی میتونیم بگیم که داره، خب سورنا کسی که راوی هستش سورنا، و سورنای شعر رو نوشته، این اثر رو خلق کرده، خالق داستان هستش راویمون، پس داره به خالقش، جلوی خالق خودش داره وای میسته و به خالق خودش میگه تو خفه شو، تویی که ما رو خلق این کردی، این داستان بین ما، آره به تو ربطی نداره. پاک دریا تو قروب فقره، همه خوندن سرود غرچه، تو بگم به مردم دروغ برگ، بگم به دریا دروغ سر، یه قلاب دادی دست ما، میگی از چاه بگیرید قضا، باز کنین بومبست لام از سب را رو، ما یاد میگیریم شنا رو، میکشیم همه کوزدارو، سیاه کردی روز ما رو جلال. خب اینجا سورنا رو زد کنار رو دوباره گرفت رو جلال، با جلال گفتش که یعنی این که نمیتونم دروغ بگم به مردم که اگه بریم تو دریا خطر داره و فلان، همش میگی از چاه غذا بگیریم، یه روزی کوچیکی یعنی به ما دادی، ما نمیخوایمش، ما میتونیم شنا کردن، یعنی تو بذار، ما خودمون راه و روششو بلدیم که چطور بریم از دریا روزی برداریم. و اینجا اشتباه بزرگ اسد رو میتونیم ببینیم. اشتباه بزرگ اسد چی هستش؟ این که آزادی خواه هستش خیلی خوبه، این که ترس و گذشته کنار، لحنش عوض شد، لحنش کاملا شجاع شد، ترسی که اولش داشت و گذشته کنار، و بعدش میگه که من خودم یاد میگیرم شنا رو، کوسه ها رو میکشم، همه کوسه ها رو میکشم. آخه مگه میشه؟ همچین چیزی وجود نداره. چطور میخوای به تنهایی همه کوسه، این بادی که توی سرش هست و باد داره، طرف میگن کلش باد داره، زیاد آره. خواهی بیجا داره میکنه. اینجا از رو عصبانیت به نظرم. خب راوی رو زد کنار آخه. مثل ما که عصبانی میشیم میگم تو کار نداشتی، من میتونم انجامش بدم، مثلا همه رو فلان میکنم. میدونی به جا نبود، چون به نظر من زد راوی رو کنار، نباید این کارو میکرد. بریم بقیه‌اشو گوش بدیم. میگیریم شنا رو، میکشیم همه کوسه‌ها رو، سیاه کردی روز ما رو جلال. اسد نمیبینی آماجه حمله کوسه رو پاداش، بدیم به دندونای تیز ساحل، بدیم به تاراج، تو چه میدونی که پنگ کردی، دور تو امرم که خبر کردی، اون راوی کی بود که قد کردی، بس تو یه لحظه با کی صحبت کردی، اصلا من خالق. یعنی ندیده جلال راوی رو هنوز ندیده، یا
نمیدونم میگه که تو همه رو خبر کردی وقتی میدونی که اصلا نمیتونی و حالا اینجا کوسه نمیدونم نشون از چی داره. کوسه ترس داره به دلش میندازه، نشون به چیزی نداره. داره خب. ترس از دریا رو تو دلش گنده میکنه که نخواد. میدونی دقیقا مثل چی؟ الان ارزشیه کسخل میان میگن که فردای آزادی اسرائیل ایرانو میگیره، عربستان ایرانو میگیره، تجزیه. این ترسیه که میخوان تو دل مردم بدن. این کوسه همینه. اینجا بعدش گفته که پاداش بدیم بدن جونای تیز، یعنی ما اگه الان اجازه بدیم خیلی هستن که بیان چنگمون در بیارن. آفرین، دقیقاً. ساحلو بدیم به تاراج. و اینجا میگه اون راوی کی بود قطع کردی بحثو، یه لحظه با کی صحبت کردی اسد؟ فکر میکنم مثلا راوی گوشه ای حالا ایستاده مالن. تو قصه حضور داره. آره. و عجیبه، یعنی بگه. راوی فقط این نیست که بیاد این چیزا رو تعریف بگه. کنه، هست تو هست توش. دل داستان هستش. کردی اون راوی کی بود که قد کردی بس یه لحظه با کی صحبت کردی؟ از من خالقتونم، خالق مو جلال، این دیوانه که پاسف کرده به قتل مو واسه ادامه شعر جدیده با کشت که بابش دریا، یعنی من عاملم. بله خو... ببین یک چیزی شد الان دوباره راوی گفتش که من خالقتون هستم و این اسد بود که گفت خالق من هستی، ولی توی داستان من الان تکستش رو دارم میبینم نوشته خالق ما. آره. ولی توی داستان داره میگه خالق مو، مو یعنی من، مو یعنی. حالا نمیدونم این اشتباهی که شایدم یعنی ما بوده. مو آخه هر کدومش اگر بگه مو، نه مو میشه من، به گویش جنوبی میشه من، ولی اگر این عمدی بوده باشه، این تضاد عمدی بوده باشه، خب هر کدوم معنیای جدایی واقعا داره و برداشتای جدایی میشه ازش داشت. ولی میگه جلال این دیوونه که پاس سفت کرده به قتل ما یا مو واسه ادامه شعر جدید رو بکش تا که وا بشه دریا، یعنی یه قصه جدید شروع، یه زندگی نو، اینو بکش که دریا رو بروت باز کنم و یعنی این نباشه. صبر کن یه ذره بزنم عقب‌تر. کردی اون راوی کی بود که قد کردی بس یه لحظه با کی صحبت کردی؟ از من خالقتونم، خالقمو جلال، این دیوانه که پاسف کرده به قتل مو واسه ادامه شعر جدیده با کشت که وابشه دریا، یعنی من عاملم. بله خودتی عامل ما، میندازیمت توی دریا، خودت آماده بکن واسه شنا. یعنی راوی اینجا میگه یعنی من مقصر هستم، تو این مشکل رو داری، تو نمیتونی از دریا روزی بگیری. میگه آره تویی. و اسد به این فکره که تو سرنوشت ما رو، چون خالق این شعر هستی، تو زندگی من رو اینطوری نوشتی، تو میتونستی یه جور دیگه بنویسی. آره. ولی مشکل، پس میندازیمت توی دریا. و اینجا اسد رو داره نشون میده، برای این گفتم باد تو کلش بود، احمقی داره میکنه و دست به دست جلالی که دیکتاتوره داره میده که آزادی خواهیشو فراموش کرده، خالقو میخواد از بین ببره. چون جلالم بهش گفت اینو بکش که راه برای تو باز بشه. و جلال حالا میتونه، یا فقط برای این که یک کارکتر بزرگتر از خودش که راوی چون خالقش هست و میخواد دور بندازه و خیالش راحت بشه، یا حالا دلیل دیگه ای داره. عجیبه که دارن با هم همکاری میکنن. بشه دریا، یعنی من عاملم. بله خودتی عامل ما، میندازیمت توی دریا، خودت آماده بکن واسه شنا. دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجام و ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم. دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجام و ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم. چه افکت صوتی خفنی روش، حس غرق شدن. آره، یعنی احساس کردم آب رفت تو ریه هام و توی گوشام داره بسته و سیاه میشه همچنین. اینو نشون داد که حالا شنا هم بلد نبوده توی این دریای بزرگ، دیگه رفت دریایی که خودش خالقش بوده. خودم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من توی این دریای بزرگ شنا نمیدونم. تار بطار تصویر پشت قبار، یه بچه فشار میده سینم و آب میزنه بیرون از دهنم و گیجی و مات، میگم تو کی هستی؟ میگه هزار و میره کنار. نجاتش داد یه بچه، گفت میگه چی؟ نفهمیدم توی تکستش، گفت میگم میگه تو کی هستی؟ میگه تو کی هستی؟ میگه حسار، اسمش حسار. بعد میره کنار. اوکی. میشه میبینم زیر چشاش کبوده یه قلاب توی کیفش، باش میره به سمت مرداب، میپرسم اسم تو چی بود؟ دوباره میگه حسار.
من بچه اصلم، پدرم به جرم فتح دریا دستاشمون توی دست جلاد کی. وایسا، حصار پسر اسد هستش، نجاتش داده و دیگه که پا میشم میبینم زیر چشاش کبوده، یه قلاب توی کیفش باهاش. چشم کبودش میتونه اشاره از گریه کردن داشته آره. باشه، میتونه اشاره از کار زیاد و نخوابیدن داشته باشه، یا اون سیاهی زیر چشم، یا اینکه دعوا کرده به هر حال از درد داره این چشم آره. زیر چشم کبود اشاره از درد و مشکل داره و میگه یه قلاب تو کیفشه باهاش میره به سمت مرداب. حالا دیگه نه دریا، مرداب. دریا نه، چاه هم نه، مرداب. حالا مرداب یعنی یه چیز خیلی بدتر. مرداب یعنی میکشه با خودش تو رو داخلش دیگه، اگه پا بذاری توش تو رو میکشه داخل. یعنی ممکنه که جلال توی این زمانی که راوی رو غرق کردن و به دریا انداختن، حالا اسد رو از بین برده باشه و چاه و همون روزی کم هم گرفته باشه ازشون. چون گفتش ازشون. که دستاش مون توی دست جلال، دستای پدرش. آره. میپرسم اسم تو چی بود؟ دوباره میگه سار. من بچه اسدم، پدرم به جرم فتح دریا دستاشمون توی دست جلاد کیفشو وا میکنه، میگه نگاه کن دستاش هنوزم امرامه، تنها دلیل نفس هامه، پا میشه باهاشو میده به راه، میگم کجا، میگه مرداب، میرم دنبالش. سر تعظیم باید خورو داده. فوق‌العاده بود، سر تعظیم باید فرود آورد. و آخرش بریم به آخرش، آخرش گفتش که این دستاش همرامه، یعنی دستای قطع کرده هامه. دستای پدرشو پس دستای اسد قطع کردن، دستای اسد رو قطع کرده، اون چاه که کمترین روزی بهشون میرسیدم ازشون گرفته و حالا به بدتر دوچار شدن. آخه نوشته اینجا گفت دوباره میگم اسمت چی، اون میگه حسار من بچه اسدم، پدرم به جرم فتح دریا دستاش مون توی دست جلاد، یعنی میتونه دو تا برداشتش، هم فتح نتونست هم یا فتح آره. کرده. و آخرش هم خب باز بود، گفتش من کجا میری، من میرم مرداب و منم رفتم دنبالش، راوی رفت دنبال حصار پسر آره. اسد. و حالا دیگه میدونی این نماد آزادی خواهی پدرش میتونه باشه، دستایی که توی کیفش مونده بود و میگه دستاشو هنوز دارم، دلیل نفس هام هستش هر موقع میبینم، پس یعنی این که دلیل آزادی خواهیم هستش، یعنی امید میگیرم باهاش، مثل جوونایی که امروز دارن میکشن و مردم به خونخواهیشون بیشتر پا میشن، دلیل این بلند شدن چی هستش؟ ریختن خون جوونامون و آزادی خواهی هستش. و برای حصار پسر اسد هم همینطور بوده. حالا حصار که پسر اسد هست میتونه اشاره به نسل جدیدم به نظر من داشته باشه که دیگه دست خودشون پایان هست، بازی راه پدر رو ادامه بده، یا آزادی خواه بشه، یا بشه یکی مثل آره. ناخدا جلال و حالا برای مردم برقیه. دیگه حتی. و عجب، ولی من بین این موندم که حالا یا فتح کرد یا فتح با خودته نکر... آره با خودته که چه برداشتی میکنی. ترک سوم این آلبومو قبلا من تنهایی رک رفتم که ترک دار داستان مریم هستش، ویدیوش بر چون این بالا میاد، اگر دوست داشتین میتونین ویدیو رو از اونجا ببینید. و اینکه دوستتون داریم ویدیو رو حتما لایک بکنید اگر خوشتون اومد، و برامون کامنت انگلیسی بذارید تا یه ویدیو دیگه مثل همیشه. خدا خدافظ.